شرمنده‌ام آقا دکتر، ولی من نمیتونم بکنم. اصلا میدونین دارین چیکار میکنین؟ به تو هیچ ربطی نداره. چطور به من هیچ ربطی نداره؟ اصلا من تا حالا به شما گفتم کاری انجام نمیدم؟ همیشه گفتم چشم انجام میدم. این یک مورد رو نمیتونم بکنم. من اینجا دارم به شما حقوق میدم، باید وظیفتو درست انجام بدی. اتفاقا من دقیقاً دارم وظیفمو درست انجام میدم. اگه اون کارو میکردی الان توی دمانگاه دعوا و سر و صدا ایجاد نمیشد. آی دکتر آفرین، کاری داشت؟ نه واقعا کاری داشت. بله، ایشون مختارن هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن، برای اینکه مقید به اصول اخلاقی نیستن. من این درمانگاه رو نساختم که هر کی هر کاری دلش میخواد داخلش انجام بده. اگه حقوق منو 10 برابرم بکنین، بنده گوش مرد و سوراخ نمیکنم. مگه تو گوش دختر بچه‌ها رو سوراخ نمیکنی؟ دختر بچه؟ اصلا میدونی چی آقای دکتر؟ اگر خیلی ناراحتید بنده رو اخراج کنید. بله، شما اخراج. گفتم اگه ناراحتین. بله من ناراحتم، بفرمایید شما اخراجی. چطی ناراحت شدین؟ بله بفرمایید. اصلا به قیافتون نمیاد. ببخشید. میگم عصبانی هم نمیفهم. آقای دکتر اجازه بفرمایید من یک چیز خدمت شما عرض کنم. بله بابا بابا با شما بازی بده. به جان سیاوش قاطی کردم. آخه تو جای من باشی گوشه یه مرد و سوراخ میکنی؟ تو اینجا میکنی؟ من درسم که تموم شد سوگند خوردم، گفتم آقا کاری که دور از اصول اخلاقی باشه من انجام نمیدم. حالا ولش کن، ببین کارت دارم، یه ببینم خونه ما چرا؟ همون جای همیشگی. هوا خیلی هم خوبه عزیزم. بیا میبینمت، میبینمت. خدافظ خدافظ. خب الحمدلله امروز خلوت من نیستم، حداقل مریض رو زمین نمیمونه. الو کوفته کاری، معلوم از کدوم قبری هستی؟ بابا من الان نیم ساعت سر قرارم، برو خودت بذار سر کار بابا. بچه رو نمیبینمت. ببین حرف مفت نزن، الان کجایی دقیقا؟ ها تو بی خود کردی رفتی خونه ما. من به تو گفتم قرارمون جای همیشه که تو پارک. نخیر من گفتم پارک، بهت گفتم توی پارک. نخیر پارک پارک. الان حالیت میکنم. حالا که دست تره مادر این آرم بشون. بله چشم مادرش. مامان سیاوش که ماشین ظرفشویی نیست. مادر خودش گفت میخوام بشورم دیگه. بله بله من خودم هم سیادم. ببینید اصلا در جامعه امروزی هیچ فرقی بین حقوق زن و مرد نیست. همون جوری که بانوان دارن در خارج از خانه به مردا کمک میکنن، پای مردا دارن کار میکنن، مردم موظفن که بالاخره تو خونه هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن. بله آفرین پسر خوب. الهی درد و بلایی تو بخوره به سر بهروز، قربونت برم. خواهش میکنم چشم. کیه؟ به خدا از جد تکون بخوری ناراحت میشم. خسته نباش. یک ساعت تو پارک من منو گذاشتی سر کار که چی بشه؟ سلامش کو. باز برای خودشیرینی دارن ظرف میشورن نه؟ خودشیرینی؟ خودشیرینی بر کی؟ خودت غیرت نداری چرا به دیگران گیر میدی؟ همین. از کی تا حالا ظرف شستن و جارو زدن و تی کشیدن آقایون رو اسمشو گشتن غیرت ها؟ شما لطف کنید تشریف ببرید لغتنامه ده خدا رو باز کنید، توشو مطالعه کنید، ببینید اسم این کار چیه؟ دفعه آخرت داشت با همسر من اینجوری حرف میزنی یا؟ هر وقت براش عروسی گرفتی و بردیش تو خونه خودش، اون موقع میشه همسر جنابالی. در حال حاضر تو این خونه آبجی منه. الکم دوماد بازی واسه من در نیار. دامادم که دامادم، همینه که هست.
واقعا دامادی. خواهرت هم طرف منه. مادر کجا داری اینو میبری؟ این که هنوز ظرفاش تموم نکرده. مادر جان نگران نباش، ایشون تا تمام ظرفا رو نشوره از اینجا هیچ جا نمیره. میبرید. بس بس بس، دستم کفیه همین دستم پوس پوس میشه. بشور خوب. دارم میام تو دیگه خدا. خیلی خرید. من چه ظرف میشورم؟ اون که وظیفته. وقتی بهت میگم بیا بیرون خونه کارت دارم، یعنی تو خونه نمیتونم حرف بزنم. این یه نمونه. واسه چی در وا میکنی بچه پررو؟ معذرت میخوام مزاحم استراق سمعتون شدم. کی داشت استراق سمع میکرد؟ داشتم رد میشدم. چقدر با تومنینه رد میشی؟ چی وایسادی بربر من نگاه میکنی؟ برو حرفتو بزن دیگه. ببین من که خواهرتم، خجالت نکش، برو حرف بزن. گرفتاری شدیم. چی حالا بگو ببینم چی میخواد؟ هیچی بابا، رئیس درمونگا دعوام شد اومدم بیرون. اومدی بیرون یا اخراجت کردن؟ اومدم بیرون. من تو چشای من نگاه کن. حالا چه فرقی میکنه حالا؟ حالا من چی کار باید بکنم؟ شما نمیذاری عزیز چیزی بفهمه، نمیذاری میترا چیزی بفهمه. بعدم فردا برو سر کارتون، ببین میتونی جای دست منو بند کنی؟ اولش این که عزیز و میترا نفهم باش، قولشو میدم. ولی دومی رو شهر بندم هیچ قولی نمیتونم بگم. کنوز نرفتی، برو یه پرسجو بکن. بابا شرکت ما خودش تو تعدیل نیروه. منم داشتن مینداختن بیرون، انقدر نن من غریبم بازی در آوردن، رئیس شرکت قبول کردی که باشم. چیکار کنم؟ چیکار کنم نداره. همین الان بلند میشی میری پیش رئیس درمانگاه، دستشو میبوسی، میگی آقا اشتباه کردم، شکر خوردم، غلط کردم. دولا میشی بری پاشو ببوسی، میگه آقا بی خیال، بفرما برو سر کار. باش برو ظرفا رو بشور، بعدم زود برو خونتون، انقدرم با میترا حرف نزن. باشه نه. باشه دیگه. بابا برو دیگه. امیر می‌خواستی؟ دستم کو. دیوونه. مادر زنت دوست داره، بیا ببین برای شام چی درست کردم. من و تو کجا قرار داشتیم؟ عوضی یه ساعت منو تو پارک علاف کردی؟ هر وقت با این آقا هر جا قرار میزنم سر از خونه در میاره. آقا جون یه حرف 10,000 بار که نباید گفت. آقا من آدم بیرون نیستم، من در دودوری نیستم، من هیچی از زنم پنهون نمی کنم. اینقدر زنم نکن. قبل از اینکه زن تو باشه آبجی بنده است. آبجی تن با من؟ بله. حالا چه جوش میزنی؟ حالا بیا بشین شامتو بخور. بیا شامتو بخور. مادر دستات شستی؟ بله از درمونگا اومدم شستم مادر. از درمونگا اومدی شستی؟ بله. یه نگاه تو چشم بکن. بله. نه شستی. بله. یعنی این قضیه کارش چی شد سیاوش؟
یه قلنج از سر زانو میگیره میاد میزنه زیر جناق سینه. از وقتا بهروز جان، این درمانگاه جدید و شمارش نمیخوای به ما بدی؟ مادر من که هر شب میام خونه دیگه تلفن کردن نداره که. بهروز جان هنوز مادر نشدی بدونی که بچه آدم بیرون میره آدم چقدر دلش شور میزنه. مادر جان حالا انشالله آقا بهروز خودشون مادر میشن. بذار پایین جنبه داشته باش. حالا فردا که رفتی من میام دنبالت، میام با رئیست صحبت. مادر جون پیله کردی یا؟ یعنی چی؟ این چه طرز صحبت کردن با عزیز جونه؟ هی میگم عزیز جون چرا گیر دادی چرا گیر دادی؟ گفتم پیله کردی. خب همینم خیلی حرف زشتیه بی تربیت. هی میگه پیله کردی، هی میگه پیله کردی. انگار عجب بودی تربیت هیچی. بخور بخور غذا تو عزیزم، بخور قربونت برم. دستاتو نشستی، دستاتو نشستی، دستاتو برو بشور، قد بیا غذاتو بخور. ببینم تو بیکاری؟ خود تو مسخره کردی، هی دست ما رو میگیری، برمیداری میاری تو این اتاق، میگی کارت دارم، کارت دارم. خب چه تو چی کار داری؟ آقا جون خسته شدم از بس دنبال کار گشتم. آقا من بهترین مسیری که به ذهنم رسید همون مسیر روز اوله. میری دست رئیس درمانگاه رو میبوسی، میگی آقا اشتباه کردم، شکر خوردم. منم یه فکر خوب دارم بگم. باز تو فالگوش وایسادی؟ فالگوش وای نستادم که، داشتم در تمیز میکردم حرفاتون رو شنیدم. تازه من همون روزی که اخراجت کردم فهمیدم. من روزی که کنارم بودم تو دارم بری بچه میگی. بس دیگه. حداقل نظر این عزیز بفهمه. نه بابا مامان داشت بس خونه داره ظرفا رو میشوره نمیفهمه. مامان عزیز جون میگم نگو، میگم ظرفا رو نشورید من خودم میام میشورم. چندش هم میشه از آدم خود شیرین. بهروز من چند وقت دارم یه سری کتاب میخونم در مورد زن و مردای موفق. مثلا رئیس یه کارخونه مواد غذایی از باقالی فروشی کارشو شروع کرده. همین سر چهار راه. فکرتو بگو. ببین یه زیرپله اجاره میکنی برای آمپول زنی. این آمپول زنی رو کم کم گسترشش میدی میکنی درمانگاه. درمانگاه رو گسترشش میدی میکنی بیمارستان. و شعبه یک بیمارستان، شعبه دو بیمارستان، همینطور شعبه 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 بیمارستان میزنی. مگه میخوایم ساندویچی بزنیم شعبه یک و دو سه راه انداختی؟ خب دارم جدی میگم. نمیفهمم. پاش برو همون درو تمیز کن. بلند شو. تو برو بیرون. برو. به خاطر تو میرم. تو نذاشتی بچه فکرشو بگه. او اگه فکر داشت با تو ازدواج نمیکرد. خیلی آدم گندی هستی تو. بعدم میاد از این آدمایی که میخوان دومادشون رو بی خود زایه کنن. ناصر میشناسی؟ آره. هم ناصر با این رفیقاش یه شرکت زدن. یه سری این بچه‌هایی که تحصیل کردن لیسانس پرستاری دارن، ازشون دعوت میکنن، میبرنشون اونجا، میفرستنشون خونه آدم پولدارایی که بچه‌ای دارن، پیرمردی، پیرزنی، کسی دارن، میفرستنشون واسه پرستاری. میان خوب پولی توشه. من با لیسانس پرستاری پاشم برم کلفت نوکری مردمو بکنم؟ نوکر کلفتی چیه مرد حسابی؟ آدمی که بهت میسپرن نگاه کن ببین اگه قرص داره سر ساعت قرصشو بهش بده، اگه فشار خون داره دو ساعت یه بار فشار خونشو چک کن، اگه آمپول داره آمپولشو سر ساعت بزن. داری از مدرکت استفاده میکنی؟ ایول راست میگی. خب چرا اینو از روز اول نگفتی؟ دمت گرم، دمت گرم. پاشو 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 برو خونت. ها؟ پاشو برو خونت. بس دیگه چقدر اینجا میمونی؟ برو خونتون. بیجام راه راحت کجاست؟ کثیفه تو ماشین لباسشویی. پاشو. شما لیسانس مکانیک داری نمیشه. من دوره دیدم تو هلال احمر. باید لیسانس علوم آزمایشگاهی، بهیاری، مامایی از اینجور چیزا داشته باشی. من چه کار بلد کنم؟ من میخوام علوم، یه اصل سنم، یه شناسنامه، یه ننم، یه عکس زنم، یه رضایت شوهر ننم، یه رسیشات بهنی. بدین قسمت بایگانی. فرنه ساعت چهار اینجا باشی.
من بدین. واسه چه کاری میخوای؟ مگه فرقی هم میکنه؟ بله، نظافت داخلی، نظافت بیرونی، مراقبت از حیوانات اهلی، وحشی، مراقبت از کودک. من لیسانس پرستاری دارم برای نگهداری افراد مسن، کودکان خردسال، بیماری های ذهنی، روانی، بیماران خانگی و غیره. 10,000 تومن بدین فرم 5 رو پر کنی، انتهای سالون هم بهتون میگن چه مدارکی بیاری. آقا جان من و کارم با شما فرق میکنه هستم. کیفو بده بیا. سلام علیکم. سلام جانم، فرم چند هستید؟ فرم 5. بفرمایید. شما لطف میکنید میدید اداره آگاهی، عدم سوء سابقه رو میگیرید، بعد میدید عدم اعتیاد، بعد کارتون که اونجا تموم شد میدید پیش دکتر چشمزش برای سلامتی بیناییتون. بله. بعد میدید آزمایشگاه، تمام این آزمایش ها رو انجام میدید و میایید اینجا. خیلی ممنون. بفهمید. با اجازه. میاری. اومدی پارک یا نه؟ خب اگه اومدی پس چرا من نمیبینمت؟ نمی انقدر من اذیت نکن. کجایی؟ خب من هم تو پارکم بابا، دم این حوزم. خب کودم حوز کو؟ کجایی؟ سلام. خیلی وقت رسیدی؟ شته؟ من یه قرارمون پارک نبود، خب اومدم پارک دیگه. میتونه برای چی برداشت نبردی؟ میترو بشه. بابا گفتم با یه تیر دونشون بزنیم دیگه. هم اومدم به قهرم به تو برسم، هم میتره یه آب و هوایی عوض بکنی، یه بادی بهش بخوره، تفلک پوسید تو خونه. شما دوتا آخرش منو دق میدی. بهرو جان بذار من یه چیزی بهت بگم. منو سیاوش نداری، یعنی ما هیچ چیزی رو از هم پنهون نمی کنیم. ببین زندگی مشترک یعنی این که ما بسه من افاظات نکنم. خیلی بی ادبی. خیلی خوب حالا بگو چته. این شرکته بود که رفتم فرم پر کردم، گفتن برو آزمایش بده، یالم دنگ و فنگ داشت و پول هزینه کردم. این از اینا هیچ خبری نشده. خب چه ایرادی داره؟ ایرادی نداره. ناراحتی؟ الان میدونی هیچ مرگت نیست، نه انگلی داری، نه میکروبی تو بدنت، نه ویروسی داری، نه ایدز داری، نه مرگی داری، هیچ چیز نیست. سر و مرو گنده داری زندگی میکنی، ناراحتی؟ مگه اینا قرار نبود منو زود بفرستن سر کار؟ من چه میدونم، تا 2-3 سال پیش که همین جوری بود. نمیدونم والا، پیر مرد پیر زن کم شده، مردم کمتر بچه دار میشن، نیاز به پرستار کمه، نمیدونم بازار عرضه و تقاضا بالانسش تو محیط اقتصادی به هم ریخته شده، جنس چینی زیاد اومده، دست زیاد. خب من چند دفعه بهت بگم برو یه زیر پله اجاره کن یا آمپول زنی بزن، حقته. 10 روز منتظری یه زنگی. شما لطف بفرمایید طرحاتونو که به قول خودتون توجیه اقتصادی هم داره رو نگه دارین، هر وقت رفتین خونه شوهر جونتون پیاده کنید. اگه 2 روز دیگه بیای دم در خونه ما بگی سیاوش میترا من کارم گیر کرده به من کن. بله خواهش میکنم. بله چرا که نه، خیلی خواهش. بله خواهش میکنم، بسیار سلام برسونید بهش، من خیلی خوشحال شدم. بله اجازه بدین الان یادداشت میکنم. خواهش میکنم. بله خواهیم. خوشحال شدم. یادداشت بگین، حفظ میکنم. یه دقیقه گوش. خیابان پلاک 11 نداره، ببرم کمه زوجه. الو سلام قربان، حال شما خوبه؟ آقا معذرت میخوام، من این پلاک رو فکر کنم اشتباه نوشتم، من نوشتم 11 ولی اینجا 11 نداره، 18. من ممنونم 18 ممنونم. خدا
میدی؟ کسافت در میذاری فرار میکنی؟ مگه دستو بل کن آقا، دستو بل کن. مگه اینجا منزل مظفرخان نیست؟ دیدی آقای مظفرخان؟ بله که منزل آقای مظفرخانه، همه میدونم منزل آقای مظفرخانه. آقای محترم، من از طرف شرکت اومدم، مظفرخان الان منتظر بنده است. بله خوش اومدی، بفرمایید بفرمایید. بابوشو سلطان با اخلاق، سلطان با مرام، بفرمایید. خیلی خوش آمدید. تمام مدرسه ها سرشون دعوا دارن، شما هم با تمام آرامش و آسایش به مسافرت خود بپردازید. خیلی خوش آمدید، بفرمایید. سلام. کجا رفتن؟ مثل که حالت خوبه؟ رفتم مسافرت دیگه، تا یک ماه دیگه هم نمیان. خب به سلامتی و دل خوش. به کجا میری؟ وایسه ببینم من آمد چی کار کنم؟ بهت که گفتن بعد از مظفرخان مراقبت کنی دیگه. وایسه ببینم کجا هی میری؟ من کار دارم، اگر این کار نیستی واسه چی اومد اینجا؟ بودو برو بالا، پرسای قلب آقا مظفرخان دیر شده دیگه. باز رفت؟ عجب. سلام ارشد، من عرض ادب کردم، من بهروز. جناب مظفرخان، مظفرخان عزیز، من آمدم. جناب مظفرخان، آقا چرا جواب نمیدی؟ آقا من همون بهیارم. نکنه بلایی سرش اومده باشه. مظفر خان بسته نگران نباش، الان میام کمکت. نفس عمیق بکش، چشمتو باز نگه دار. اومدم، نفس عمیق. زود تون سری بگو ببینم چی هستی، واسه چی اینجایی؟ من واسه چی بدون اجازه اومدی توی اتاق من؟ حرف بزن، چرا لالمونی گرفتی؟ چشم. حرف بزن تا گردنتو نباریدم. آقا شما نمیذاریم بگم کیه. دستتو بنداز پایین. چشم. فکر فرار به سرت نزنی که من از پشت بهتر ضربه میزنم. من بهروز قیتاسی هستم، من لیسانس پرستاری دارم، از مؤسسه رهجویان عاطفه اومدم که از شما نگهداری کنم. بهیارم، تو گفتی منم باور کردم. تا سیه روی شود هر چه در او قش باشد. رجب، رجب چی شده آقا؟ چی کار کرده؟ بزنمش آقا؟ نه رجب آقا، تا نکوشویش بلکنش نیستم آقا، شما رو ناراحت کرده. رجب جواب سوال منه بده، این چیه؟ قریبه نیست، اشرف پسر خالته. نه آقا، قراره قبل از که بچه ها تو هم مسافرت بیان از شما مراقبت کنه. پس چرا زودتر به من نگفتی؟ خب حالا که گفتیم آقا. حالا گفتی؟ منم حالا حالیت میکنم. شما هم از من بهونه میگیری که من ناراحت کنی آقا. رفت. با من کاری ندارین؟ آدم میاد داخل، یه های، یه هوی، یه آه، یه اوی، یه صدای خودش در خونه. آدم شاید داره با خودش یه چیزی میخونه، یه کار میکنه. حالا میگم اینم چی کار داری؟ یه چی دارم میرم. داری میری؟ کجا؟ بابا شب شده، باید برم خونه. آقا یه موقع حالش بد بشه کی جواب بده؟ من باقیبه یا توی پهلوان؟ چرا دریوری میگی عزیزم؟ من باید از صبح تا شب اینجا باشم. نه خیر، تا زمانی که بچه های مدفخم بیا باید تمام وقت اینجا باشی. کی گفته؟ مثل که تو قراردادتو نخوندی، پس یه همه پول بره چی به شما داده؟ پس تو اینجا چی کاری؟ باقی با کشبم باید پیش زن و بچم باشم، فهمیدی؟ حالا اگه من ازت خواهش کنم یه امشب میشه جای من بمونی رجب جان؟ الکی الکی رجب جان، رجب جان رنن داد، برو خودتو خر کن. تو گفتی شغلت چیه؟ باغبان. الان داشتی تو یخچال بیل میزدی؟ آره الان میرم به مظفرخان میگم. سلام با محبت سلطان، بابو جون.
ببین سیاوش، یک بارم که شده مثل بچه آدم به حرف من گوش بده، خواهش میکنم. پاشو بیا به این آدرسی که بهت دادم. به میترام هیچی نمیگی یا میترا رو ور نداری یه وقت دنبال خودت بیاری یا قضیه فقط بین من و توه. پس میترا بی میترا. خب حالا پاشو مثل بچه آدم سری. آقا بهروز، سلطان حواست باشه، من خیلی زرنگم، من درم میرم، یه باشکی شب نریا، اگر رفتی من شب برگردم ببینم نباشی به آقا میگم. حواست باشه. چشم چشم. آقا بهروز حواست باشه، من خیلی زرنگم، نباشی به آقا میگم. اینو هم دیگه نکن. نگاه نمیکنم. چشم. مگه تو مفتشی داری خونه رو میجوری؟ واسه اینجا رو ندیدم، اینجا رو ندیدم، اینجا رو ببینم. دیدم بیتمک خنگ. اینجا که خیلی بهتر از بیمارستانه. خونه به این بزرگی دلبازی داری حال میکنی توش؟ ما چقدر به تو حقوق میدم؟ به تو هیچ ربطی نداره بابا، من اینجا یه مشکل بزرگ دارم. چی؟ اینا گفتن تا بچه های این از مسافرت برمیگردن من باید شبانه روز اینجا بمونم. خب چه بهتر. عزیز و میترا خونه تنهان، من نمیتونم شب نرم خونه. خب من میرم. تو غلط میخوری. شما شب اینجا میمونی، من میرم خونمون. من بابام اجازه نمیده شبا بیرون از خونه هم بخوابه. چطور اجازه میده بری خونه ای ما بخوابی؟ اجازه نمیده اینجا بخوابی؟ نه، من منظورم اینه که بابام اجازه نمیده شب من خونه هر کسی بخوابم. یعنی بعد بابام بره حتما تحقیق و تفحص و این چیزا بکنه، بعد خوب که طرف شناخت بعد اجازه میده من بخوابم یا نخوابم. همینی که بهت میگم، شما شب از ساعت 9 تا 7 صبح اینجا میخوابی، من میرم خونمون. فهمیدی؟ پولش چی میشه؟ پولم میخوای؟ تو میخوای کپه مرگ تو خونتون بذاری؟ خب همینجا بذار دیگه، تازه یه شام و صبحونه درست حسابی هم میدن کوف کنی. میگم ولی فکر کنم این پیرمرده از این یارو آدم با حالا سا ناکن، گرمافون و این چیزا هم داره اینجا، فکر کنم همش بزن و بخون و آواز و این چیزا داره. خیلی باله، خیلی بالا، انقدر اهل دل، انقدر خوش رفتار، خوش برخورد. از دیغ مشگار میزنی تیغم چند، تیغم چند، غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. نخون انقدر بلند بیدار میشه. چرا میزنی 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 یا چرا میکشی 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 یا بهت میگم نخون دیگه. من آزاک مشگان کوف. بالاخره چی کار میکنی؟ میمونی؟ نمیمونی؟ اه بسن به تو میشه گفت رفیق. کی بدون اجازه بگر ما خونه من دست داره؟ بگه گرامافونی شما کسی دست نزده قربان، این داشت میخوند. سلام علیکم. حالا دیگه کارت به جایی رسیده که منو دست میندازی؟ من غلط بکنم شما رو دست بندازم؟ قربان باور کنید این داشت بخون بخون یه دهن بخون بخون دیگه. ایشون با این شمشیر اصلا شوخی ندارن. بله بله میخونم میخونم میخونم. سی دختر هاجر رو خودم تو گل میپلکونم، معذر زای دختر رو خودم تو گل میپلکونم، تلی تولی تلی تو تلی تولی تلی تو. این مزخرفات چیه میخونه؟ سنتی بخون. آدم نمیسازش بخونم. گلنار 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 گلنار. کجایی که از غمت کجایی که از غمت ناله میکنم ناله میکنم. عاشق وفادار عاشق وفادار. گلنار کجایی که بی تو شد کجایی که بی تو شد. دل اسیر غم دل اسیر غم. دیدم گوهر با دیدم گوهر با. دیگه نمیتونم بخونم. یه آرژانه از کجا اومد؟ خب سیاوش، حالا تو اینو خوندی ولی اینو گوش ندادی. اینو گوش بده. نیامد در برم جانانم امشب، نیامد آرزوی جانم امشب. شب بخیر. یه
یه قطعه براتون بخونم تو راسپنجگاه گوشه اصفهان که شب به یاد موندنی رو ایشالله طی کنید. میگه سر صبح تو دستگاه شور چی بلدی بخونی؟ هیچی. از غم عشقت، از غم عشقت دل شیدا شکست، دل شیدا شکست، شیشه می در، شیشه می در، شب یلدا شکست، شب یلدا شکست، بس جنش از خاره. ساعت دوی بعد از نصف شب کناره یه پیر مرد یه مرتبه میزنی زیر آبار، توقع داری بلندشم ببوسمه؟ توقع بوس ندارم، ولی توقع هم ندارم ساعت سه نصف شب با شمشیر بیفتید دنبال آدم. جا خالی نهده بودم الان ستون فقراتم دو تیکه شده بود. من سنی ازم گذشته، وقتی از خواب میپرم و تا نیم ساعت بعدش حالی میست چه کار میکنم. ببخشید. ناز نکن دیجه، گفتم ببخشین. زیا 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 زیا، اگه گذاشتن به آدم بچسبه زیا افتخاری که داد دست من. زیا اومدم بابا. زیا زیا نگو زیا، نگو زیا، بگو آقا زیا. وای چقدرم آقایی برازندت، ماشالله. بابا یه باره که این دوشن رافتم ببر اون تو بخواب، خیالت راحت دیگه. میگم دیشب تا حالا خبر داری پسرت نیومده یا نه؟ پسر دیگه که؟ چند تا پسر داری؟ آها سیاوشو میگی، دیشب اینجا بود، اینجام کپه مرگی که گذاشت خوابید. اوش حالت خوبه؟ پس کی منقل آتیش کرد؟ ده روزه این پسر کدوم گوریه؟ اون شماره شو بگیرم کجاست؟ بای غیرت زیادی خفت کرده. الو بله بله عمه جون، الهی قربونت برم، آخه دیشب تا حالا کجایی تو؟ دلم هزار راه رفت. گوشی رو ببرم بعد بپرسم ببینم این در روز کدوم گوری رفته، چهار تا دریوری بهش بگم. بعد گوشی رو. عمه جون بلندتر از این نمیتونم صحبت کنم، دورت بگردم. بابا اینقدر منو سینجین نکن عمه. میگم بابا بزرگ یکی از این رفیقا مریضه، یه ذره حال نداره، یه غذای رژیمی کلمی ملمی چه میدونم از همین غذایی که خودت آبپز میکنی، فقط از پخت خودت باشه. دورت بگردم، کار خیره، شما هم که همیشه تو کار خیر پیش قدمی، قربون شکل ماهت برم. باشه عمه جون، خداحافظ. آبجی دارم با تو حرف میزنم، ناسلامتی جای مادرشی. تو اصلا میدونی پسرت چند سالشه بابا؟ بله ماشالله الان کلاس هشته. کلاس هشته؟ پسرت نامزد داره. کی نامزد کرد؟ ما نفهمیدیم وقتی گلی نی. عجب زمونه شده که بچه کلاس هشتی زن داده. دیشب که کنار مظفرخان خوابیده بودم متوجه شدم مظفرخان یه سری نیازا داره، یه سری خواسته ها داره، من نتونستم برآورده کنم. متوجه شدم که نیاز به یک در مونسش باشه، همدنش باشه، بتونه بهش تکیه بکنه. متوجه شدم تو این سالا بچه هاش هیچ جوره هواشو نداشتن، نخواستن که یه همسری تو سرا پیدا بکن. <تص->
باشه ولی خودت خر کن بابا. واسه من فیلم بازی میکنه. این پیرمرد چه سودی میتونه بر من داشته باشه؟ یه لحظه فکر کن انسانیت چی میشه؟ بنی آدم اعضای یک پیکرن. بقیش چیه؟ چه در آدمی اعضای یک پیکرن. بلکه آبغوره واسه من نگی. چیکار میخوای بکنی ها؟ این پیرمرد گناه داره. بعد یه کاری بکنیم که ازدواج بکنه. بعد راضیش بکنیم. این پیرمرد قنبات میگیره، دق میکنه، میمیره. هیچیش نمیشه. اون خودش خیلی خوب میدونه. ببین اگه میترا باشه خودم شرح شرحت میکنم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. من عمه سیاوش هستم. بفرمایید. خوش آمده شیر زن. بفرمایید. بفرمایید. خیلی ممنون. عمه جناب علی اینجا چیکار میکنه؟ کی؟ عمت. عمم اومده. نه من گفتم این چند روزه که من تو اینجا هستیم، من تو که غذا درست کردم بلد نیستیم، عمه نهار درست کنه برداره بیاره اینجا، نفرنشی من کارست نگی. عمه تو درد سر نمینداختی، خودم یه چیزی درست میکردم. عزیزم ما نمیخوایم خود رو کشتن بدیم. تو واقعا خیلی خوشمزه. دوغ برزن بسر. نه همون نوشابه ما. چه بویی هم داشت. خیلی محبت کردی. اصلا راضی به زحمت شما نبودیم. اختیار داری مظفر خان، تا زمانی که بچه های شما نیستم من در خدمتون هستم، غذاتون رو درست میکنم. ممنونم، ممنونم. شما چرا زحمت میکشی؟ من خودم درست میکنم. مظفر خان جور دیگه هم میشه کشت. بله نه اما همه جون زحمت میکشن غذا رو درست میکنن، اگه منم نرسیدم بیارم خودشون زحمتشو میکشن. بله. نه 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 اصلا و ابدا. آژانس خیلی وقت منتظره. بله خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا دست درد نکنه. خیلی ممنون. خدا حافظ. به سلامت. به سلامت. واقعا دستپخت این زنای مسن ایرانی می‌بینید چی میشه یه دفعه؟ خوشمزه است. شما چرا ازدواج نمی‌کنید؟ یعنی منظورم اینه که شما چرا زن نمیگیرید؟ شما که ماشاءالله هزار ماشاءالله همه چیزتون هست. رجب این تفنگ من کو؟ برای چی آخه؟ رجب تفنگ منو بیار. آخه چرا؟ آخه چه حرفو به آقا زدی؟ فکر خودمون و عقلمون نمیرسید به آقا بگید زن بگیر؟ اون خدا بیامرز 40 سال مرده، کسی جرأت نکرده به آقا بگید زن بگیر. اسم زن خدا بیامرز آقا چی بوده؟ بیناموسی؟ اسم زن آقا؟ بابا تو رسما دیوانه. میگم اسم زنش چی بوده؟ چی میدونم؟ فکر کنم زهره باشه. زهره. زهره خوبه. آقا من الان خودم میدونم چجوری آقا رو شاد کنم. ببین من میخونم، شما رو خوندن من دست بزنید. باشه؟ واسه چی دست بزنید؟ آقا جون دست بزنید دیگه. میگه یاد از آن روزی که بودی زهره یار من، دور از چشم رقیب در کنار من، حالیا خالی از جایت در کنار من، آخر کجایی زهره بابا چرایی زهره، آخر چرایی زهره بابا. میگم خیلی به قیافه‌شون نمیاد که خوشحال شده باشن. نه خیلی نه ولی خب اسم زهره رو چی به اینا گفته ها؟ به جان خودم، خودم گفتم آقا. تو غلط کردی نمک به هر. آقا امری نداری ندارم میرم. آقا کجا؟ خونه دیگه، ساعت 8 شب شد دیگه، دیر شد دیگه. نه ببین رجب، تو امشب اینجا پلو من بمون تا فردا یه نفر پیدا بشه بیاد پلو من، بعد تو برو. نمیشه آقا. چرا؟ مثل که شما یادت رفته من زن و بچه دارم، بی غیرتی آقا. مثلا یه شب ندی پلو زن و بچه‌تون وقت چی میشه؟ نمیشه آقا. چرا؟ پس من تنهایی چه خاکی تو سرم بریزم؟ میخوای به آقا سیاقی زنگ بزن؟ چی؟ آقا سیاوش. نه 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 ابدا. حق نداری به سیاوش زنگ بزن. پس من رفتم آقا. نه
رجب اگه به سیاوش زنگ بزنی بیاد اینجا من میدونم تو باز چی داری کار خودت میکنه که چرا داری زنگ میزنی؟ گفتم به سیاوش زنگ نزن مثل این که حرف حالیت نیست حالا که به سیاوش زنگ زدی تا سیاوش نیاد اینجا حق نداری پاتو از این خونه بذاری بیرون تفهیم شد؟ ببخشی آقا شماره آقا سیاوش هم بود؟ 0912 سه شماره آخرش 208 الو الو آتیاش خوبه هستینه؟ آخه جدی میفرمایین؟ خدا رحمت کنه پیر مردو یعنی اگه قرصشو به موقع خورده بود این اتفاق براش نمیافتاد آقا از طرف بنده تسلیت بگید خدمت خانواده خدا بیامرزه ایشالله قربون شما باقی عمر بازمونده خداحافظتون باشه خداحافظ ببخشید مظفر خان شما چند سالتونه؟ 90 سال بله به سلامتی ببخشید الو به سلام عرض کردم قربان ارادتمندیم شما چه سرید خانواده متعلقین همگی خوب هستن الحمدلله عبوی چطورن؟ نه بابا خدا رحمت کنه کی؟ امروز تو مگه چند سالشون بود؟ 90 سال خدا رحمت کنه بله خب دیگه سر بی همسری همچین اتفاقی هم میفته دیگه ایشون بعد ازدواج میکردن بله در جریان هستم پرستار گرفته بودید براشون ولی باید ازدواج میکردن ایشون باید ازدواج میکردن مظفر خان بعد ازدواج میکردن شب بخیر مظفر شب بخیر به گزارش خبرنگار ما پزشکان علت مرگ این پیرمرد 90 ساله را دوری از مگه نمیبینی میخوام بخوابم یواشتر بخون مظفر خان من عادت دارم روزنامه رو بلند میخونم اگه خیلی ناراحتید من برام خونم روزنامه نه 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 ناراحت نشو بخون پزشکان علت مرگ این پیرمرد 90 ساله را اصلاً کهولت سن ندانستند بلکه بی کسی بی همسری دوری از خانواده و مسائلی که باید ازدواج کنیم از افر خور صبح بخیر بهروز جان من تو اینترنت بودم یه سری تحقیق بود در بردم اون فکر کنم خیلی به درد شما بخوره میگه دانشمندان به این نتیجه رسیدن که افراد مسن مجرد 90% بیشتر از زوجهای مسن دچار سکته های قلبی و مغزی و مرگ های دردآور و زجرآور و خونریزی و بدبختی و چرک و کثافت میشن مجرد مسن؟ مجرد های مسن اینجوری میشن یه دونه مسئله دیگه هم پیدا کردم یه دانشمندای ژاپنی به این نتیجه رسیدن که زوجهای مسن 5 برابر افراد به جان خودم کنم دیگه داره قبول میکنه بخور صبونه بخور الان رجب میاد جمع میکنه رفته تو تخم مرغ بر من درست نکردی؟ مگه اینجا خونه خاله است؟ اون مال مظفر خانه اون بر من درست میکردی؟ چطور تو میشون؟ مربا بده مربا بده مربا بده دفعه آخرت باشه این مزخرفاتو میگی بله آقا چشم من با کی باید ازدواج کنم؟ ها؟
رجب چی میگه؟ گفتم تو فک و فامیلتون یه پیرزن تنهایی، بی کسی، مجردی، ترشیدهی، دم بختی، عمه تنهایی، خاله پیری، هیچ کی تو فک و فامیلت نداری؟ چی میگه خدافتا؟ اده مزفر خانو بس ما در میاره؟ خب اسم بچه آدم بگو ندارم دیگه، بزنم لش کنم. خب ندارم آقا. نداری مثل بچه آدم بگو ندارم، این عدد فارو چیه در میاری؟ بگه داشته داشته هم نمیگم بی غیرتی آقا. چی گفتی تو؟ عرض کردم ندارم سلطانه با معرفت با مرا. این چی مظفر خان؟ فوت کرده. خدا رحمت کنه. همه که فوت کردن تو فامیلتون. این خیلی خوبه ها این. آره آره. این مادر بزرگمه. زهر مار. این مرد گنده کی بغلش؟ این خالمه. میشه تا ببن؟ نه آخه سیبیل داشتن بچه، فکرت مرده. مظفر خان چرا غر میکنید شما؟ بیاید این آلبوم ها رو یه چرخی بزنیم تو، شاید یه مورد به درد بخور پیدا کردیم. نیست، همشون یا مردن یا عروس شدن. 40 تا آلبوم ورق زدیم. اله حق با شماست مظفر خان، دور زمونه عوض شده. مثل قدیما نیست که در هر خونه ای رو باز بکنی 3-4 تا پیرزن دم بخت بزنه بیرون. سطح توقع رفته بالا، شرایط فرق کرده. حالا تکلیف من چیه؟ من باید چه کار کنم؟ شما بفرمایید ما باید چی کار بکنیم؟ تو فک و فامیل خودتون که الحمدلله همه فوت کردن. الحمدلله. فک و فامیل رجب هم که اصلا صحبتشو نکنید. در و همسایه هم که من و بهروز همه رو بالا پایین کردیم، اصلا یک مورد به درد بخور پیدا نبود. نکردیم. اونو که اصلا حرفشو نزنید. کی؟ من که حرفی نزدم که. نه یعنی منظورم اینه که اصلا فکرشم از سرتون بیرون بکنید. خدا شاهده مظفر خان، از روزی که شوهرم من به رحمت خدا رفته، بابام عین یه دسته گل از هم به مراقبت کرده، نذاشته آب تو دلم بده گم بخوره. حرف منو قبول نرید به روز، تو که شاهدی، تو یه چیزی بکنه مظفر خان. بله. نه باشه باشه، حرفی نیست، قبول. با شناختی که من تو این چند روزه از شما پیدا کردم و مطمئنم شما میتونید عمه منو خوشبخت بکنید، چشم، من میرم باشون صحبت میکنم، راضیشون میکنم، خیالتون راحت. میگم صحبت میکنم خیالتون راحت. چرا اینجوری نگاه میکنید؟ این یکی از حالات ذوق مرگیه الان. به نظرت قبول کرد؟ نمیدونم، ولی خب به قول قدیمی ها میگن سکوت علامت رضاست. چی شد؟ خورد تو قلبه؟ آن چیز، من دیگه برم. کجا؟ یه چیز دیگه، میرم خونه با عمه و بابا صحبت بکنم، بلکه عمه رو راضی بکنم، احتمالا شبم نیام. چی شب نیام؟ پک کی پیش مظفر خان بخوابه؟ حالا چی شده عمه جون؟ یاد عکسای قدیمی من افتادی. همه جون گفتم این عکس ها رو برق بزنیم، بلکه به خودم یادآوری کنم بفهمم تو این 20-30 ساله شما چجوری پای من و بابام سوختین و ساختین. اب نداره قربونت برم، گریه نداره دیگه، همینه. نگاه کنید چه جوان بوده. اون که من نیستم سیاوش جان. خیلی شبیه شماست. بابا اون حسن نجاره. این که شما این دیگه، نه؟ آره اون منم با خوده به امروز مشغولی. 25 سال پیش با هم عکس گرفتیم. خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش کنه. لای قربونت برم، گریه نکن. نگاه کنید، اینجا 35 سالتون بوده دیگه. آره. ولی نگاه، این یه دختر 17-18 ساله. ولی الان یه نگاه تو آینه به خودتون بندازید، این یه پیرزن ترکیده 90 ساله. خب بسه گریه نکن. فقط هم به خاطر من و بابام، به خاطر اینکه اینه یه شم، به خاطر ما دوتا سوخته. عمه جون من از تو چه توقعی دارم آخه؟ ولی من هر کاری از دستم بر بیاد برای شما انجام میدم. دست در نکنه پسرم، خدا خیرت بده. تو اگه بیلزنی باقچه خودتو بیل بزن. برو خودت لوس نکن. حالا یه حرف حسابی هم که این بچه دهنش در اومد، تو اومدی این وسط شدی مگس صحنه. میخوا واسه عمه چی کار کنی؟
والا آقا جون من که تکلیفم روشنه، فردا روزی دست زنمون میگیرم میرم سر خونه زندگیم لزمن. خب شما هم که من چی؟ یه جورایی همش درگیر خودتونید. خب این همه طفلی تنهاست، گناه داره، بیکس میشه، اگه اجازه بدید عروسش کنیم. چیکار کنیم؟ با اجازه شما عمه رو شوهرش بده. بشه بابا خجالت میکش، یکی هم که به فکر من نیست، همه فکر من نمیافته، اون به فکر خانه نکنی تری. خدا بیامرزه رفتگان شما رو. پدر ما سر زار رفت، مادرمونم یه تن ما دوتا رو بزرگ کرد، خیلی سختی کشید، برای همین حاضر نیستم هیچ وقت شب خونه تنها بمونم. هر جا باشم دوست دارم شب خودمون برسونم خونه. خدا رحمت کنه مرحوم پدرتو. گفتی چی شد چه فوت کرد؟ سر زایمان خواهرم میترا فوت کرد دیگه. سر زایمان خواهره؟ بابام ناراحتی قلبی داشت، خواهرم که به دنیا اومد از خوشحالی فوت کرد. به تشریف آوردن. سلام علیکم، خوش اومدین، صفا آوردیم، بفرمایید بشینین. ببخشید مزاحم شدم. بفرمایید، خواهش میکنم. چش. خونه زنگ میزنم جواب نمیدین، موبایل زنگ میزنم بر نمیدارین، معلوم از کجایی؟ خب رفته بودیم خونه بدری خانم، روزه گوشی گذاشته بودیم رو سایلنت، برای همین نفهمیدیم. خب چرا از آقای پذیرایی نکردی یه چایی شیرینی؟ همین الان رسیدیم. من برم آشپزخونه براشون چای بیارم. راضی به زحمتتون نیستم. سیاوشون آب میبر بخونی خدا حالت جا بیه. بفرما. مال منه؟ پر مال کیه؟ مال شماست دیگه، بردار. دست درد نکنم جان، این کارا نمیکردی شما. ای بابا چه زود یادت رفت، تو 8 سالت بود، من چند بار برات آب میوه آوردم خوردی ها؟ همین 3 سال پیش که مریض شدی چند بار خداییش برات لیوان لیوان آب میوه میدادم میخوردی. دست درد نکن. عمی جون تو از دست بابا دلخور نشو، میدونم اخلاقش خودت تنده، ولی خب تو کار خودت بکن. ببینم عمی جون تو همکارت کسی منو مد نظر گرفته؟ بله. هیچی هیچی، میگم از همسایه هاست؟ نه عمی جون، مظفر خان تو اولین نگاهی که شما رو دید یه دل نسر. نه بابا. بله خودش حلال زادم هست. خب بده من، بده من صحبت کنم. زنگ زده نتیجه رو بهش بگی. خب نتیجه رو بهش بگو. دو هیچ خوبه به نفع شما. الو. ببینم موضوع رو که به عمت نگفتی. چی؟ گفتی؟ چرا به این زودی؟ خب اون چی گفت؟ گوش کن ببین، همین الان حرکت میکنی فوراً میای طرف خونه من. آره منم میام، سفارش نکنم ها، حتماً حتماً منتظرتم. مظفر خان چایی؟ خدافظ. خدافظ. خب میذاشی من یه حال احوال باش بکنم؟ حال مخصی یادم بجون، من باید برم. دست درد نکنم بجون. کجا؟ 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 آقا جون تو رو خدا نکنید اینجوری، من 30 سالمه. تقصیر منه، اگه حواسم جمع بود جرأت نمی‌کردی واسه عمت شوهر پیدا کنی، پسره بی چشم رو. خجالت بکش، من که قبول نکردم. دفعه آخرت باشه دیگه، نمیرم واسه عمت شوهر پیدا می‌کنی ها. چشم نازیم، بعد میرم برای شما زن پیدا می‌کنم. زودتر برو به کارت برس. بودو برو به کارت برس. بودو بودو که ای بابا مظفر خان، خب یه امشب رو بعد میگذروندین. ممنونم، مرسی. حالا چطور شدی او تصمیم گرفتی مظفر خان به این زودی بری؟ نه دیگه باید برم خونه. آخه تنهایی؟ نه سیاوش هم هست. میخوای ما هم بیایم؟ بله البته، شما و بهروز جان و مادر فردا شب شام دعوت دارید منزل ما، فردا شب باید تشریف بیارید
جوجه کبابای منو بخورید. سیاوش هم هست؟ اصلا حرفشو نزنین. پس ما حتما میاییم. لطف میکنی. خب فعلا با اجازتون. قربان شما. شبتون بخیر. شب بخیر. شب شما بخیر. خداحافظ. آخ جون، هر چه میریم با سیاوش جوجه کباب میخوریم. واقعا که وا چیه، چرا اینجوری من نگاه میکنی؟ بابا خب طفلک پیر مرد، گناه داره، تنهاست، تو سر دوروبر شلوغ باشه. همین. وا شما میدونید عمه جون من به خاطر شما جواب رد به چه خواستگاری که نداده؟ چرا حرف بی ربط میزنی؟ تو فقط چند دقیقه قبل از اینکه من بهت زنگ بزنم به عمه جانت خبر دادی. چه ربطی به زمانش داره؟ من این ضربه روحی که به عمه جون وارد شده رو چجوری جبران کنم؟ کدوم ضربه روحی؟ اگه کسی ندونه فکر میکنه که عمه جان شما 50 سال تمام پای من نشسته؟ یعنی شما دیگه کلن قصد ازدواج ندارید، منصرف شدید؟ نه، من تازه گم شده خودم رو پیدا کردم. عمه منو بردید تا مرز سکته، حالا گم... طرف کی هست؟ اگه بهت بگم دیوونه بازی در نمیاری؟ قول میدم، بفرمه عزیز خانم، مادر بهروز جان. پدر، پدر جون، من همیشه میدونستم ارتباط شما با من خیلی نزدیکتر از یه شوهرم است. پدر زنجونم، الهی دورت بگرد. آقا بقیهش رو بسپرید به خودم. خب انشالله به زودی های زود دیزی های دست پخت منو بخورید، ببینید چقدر خوشمزه است. انگشتتون رو باش گاز میکنید. ماشالله هزار ماشالله مظفرخان بر خودشون کتبانوی هست. سیا بیا بیا جانم. آقا جان سیا، این مظفر آدم باحالیه، خیلی ازش خوشم اومد. فکر کنم این دیگه بتونه اقلا عمتو خوشبخت کنه. من دیشب یه کلام به شما گفتم، شما ما رو گرفتی زیر بار چک و لغت. نامزد داره؟ نامزد داره؟ بله. مطمئنی؟ بله آقا جو، همین عزیز خانم، عزیز خودمون. بله. بیا جلوتر، خاک اون سرت کنم. چرا بابا زشتی؟ تو گوله از ما آتیش رو برد تا حیات رو من میام. آقا جون دوباره شما چشمتون به منقل افتاد. از جلو چشم دون شو پس. چشم پسر بودو کردیم. به به، دست شما درد نکنه. بفرمایید مظفر. بفرمایید. خب میل بفرمایید. نوش جانتون، قابل شما نیست. بفرمایید. دست شما درد نکنه. دستتون درد نکنه مظفر خان. ایشالله شام عروسی سیاوش و میترا جون رو بخورید. بله بله. راستی هم نخونم. دست شما درد نکنه. چرا این دو نفر نمیرن سر خونه و زندگی خودشون؟ چی بگم والله؟ مظفر خان، ایشالله آقا سیاوش پول رهن خونه و مراسم عروسی رو جور میکنه، ما هم میریم سر خونه زندگی خودمون. اگه به امید ایشونی، باید بشینی موهات هم مثل دندونات سفید بشه. وا ببینم اگه سیا زن داره؟ نه، آبرومونو بردی بابه. خرج عروسی سیاوش با من، ایشالله خونه هم درست میشه. دست شما درد نکنه. خدا بده شانس. ممنون ممنون. او مثل پسر خودم سیاوش. زحمت داده مظفر خان، خیلی خوش گذشت. خیلی خوش آمدید مظفر جون. این قرار آبگوشت و مخلفاتش کی شد؟ به زودی. بله. تو یه ساعت دیرتر برو خونه، من کارت دارم. چیکار داری؟ دستتون درد نکنه. میخوای منم بمونم؟ کجا بمونی؟ نه شما با مامان برو. من که میدونم چی میخوای به بهروز بگی، منم باشم بهتره ها. شما برو. باز چشمک زدی؟ همه بیاری ببر.
خب من آخه میدونم این میخواد چی میگه. بابا شب دو تا مردن میخوان با هم صحبت کنن. بابا شد قرجان سمه در منتظر شما هست. بفرمایید. خیلی خوب اومدی. خدا حافظ. خدا حافظ همه جون. خدا حافظ. خب بهروز جان بیا پسرم میخوام یه خبر خوب بهت بدم. میکشمت! آخه چرا بهروز تو چته؟ برو واسه جیر تایم بیخ خودت شوهر پیدا کن. عوضی مظفرخان اینو با تفنگ بزنش اینو من میکشه. بابا تیز دیوانه تیزه ای. به من هیچ ربطی نداره، من تو مسائل خانوادگی دخالت نمی کنم. چی رو به شما رفتی نده که دیگه مثلا من به خاطر شما رفتم صحبت کردم. بیا عوضی. چیه؟ الو میترا بعدن به هم زنگ بزن. الان چی شده؟ میتراست با تو کار داره. الو جانم. جان ما خیلی رو کردم بیترا به زنگ میزنم. خداحافظ قربان. تبریک میگم بهروز جون. دست به من بزنی همینو میکنم تو حلق تو. خر باباته. مظفر خان فقط گفتن اگه بشه یه مقدار شناخت بیشتر نسبت به هم پیدا بکنه. آقا مبارک بشه. کوچیک شما. الان مظفرخانن که ایشالله قراره به زودی بشن بابا موزی. خدایا یه پولی بده به این سیاوش بیاد دست اینو بگیر از این خونه برداره ببره. تو با اون شوهر دوزارید آخرش منو به کشتن میدین از دست شما. یا جوون مرگ میشم. تکلیف من که مشخصه بیچاره. سیاوش دست منو میگیره میبره سر خونه زندگی بی معرفت. این تویی که بعد به فکر عزیز باشی. چه خبرتون آخر مثل قروچنگی به جون هم افتادین. اگه بهانه‌تون منم که آرامش این خونه رو داریم به هم میزنیم، من الان از این خونه میرم بیرون. آخه عزیز یه نگاه تو آینه به خودتون بندازین. چرا باید سر پیری؟ سر پیری؟ 5 سالت بود خیال میکنی کم خواستگار داشتم. هر روز میامدن اینجا در میزدن، من جواب رد بهشون میدادم. گفتم بذار بچه هم از آب گل دارم اینا رو به سر سامون برسونم. بعد یه فکری به حال خودم بکنم. عزیز جون من متوجه هستم که ما بزرگ شدیم، ولی شما هم... من چی؟ من حق ندارم آخر عمری یه نفر همدم و همزبونم باشه، کنارم باشه موقعی که مریض میشم، از من مواظبت بکنه؟ حق ندارم؟ جواب بده دیگه عزیز، حق داره یا نه؟
عزیز بجم، با مظفر خان الان تو محضر نشسته و مخشو من روز از در خونه راه نیفتادی. بهروز شناسامه عزیز دست تو نیست؟ دست من چیکار میکنه؟ گم شده. گم شده؟ آره. بالاخره کار خودشه کرد. کار عمه سیاوشه. اون بالاخره زهرشو ریخت. من میدونستم. پیدا شد مادر. بریم. خب پس بریم دیگه. بریم. خدا رو شکر. الو. ببین به جون خودم یه چای بخورین ما رسیدیم. چه خبره؟ صبر کنید ببینم. عمو خسرو اومده چه اومده؟ خیلی خوب ایشونا تشریف میاوردن محضر. خب زیده مظفر جون، راضی کردن عمو خسرو کلی قصه داره. من نمیدونم بعد 20 30 سال یلالی تحلیل کردن اونور آب بلند شده اومده چی از جون اینا میخواد خدا میدونه. حالا تکلیف من چیه؟ من باید چیکار کنم؟ دیگه باید به اتفاق بریم اونجا ببینیم تکلیف چیه. چه جون من دیگه باید برم کار دارم. با اجازه خدافظ. خب سیاوش جان ناراحت نباش، من خودم درستش میکنم. برو سوار شو بریم. بنده وقتی که در ژاپن به سر میبردم شلاقی پریدم توکیو، دو دست لباس کنکور رزمی براتون آوردم، یه دست برای خودت، دو دست برای آبکی. دست شما درد نکنه، ولی فکر کنم از من دیگه گذشته از این ورزش‌های رزمی انجام بدم. این حرفا چیه مکسی؟ خودم آموزشت میدم. نه میدونی چیه؟ آخه من آخه و زهر مار همچی بزنم جکت بره تو پکت. میخند به عوضی. چه خبره؟ بریم ببینیم چه خبره. چه بلایی داری سر پسرم میاد؟ این پسر درست آدم نشده، خودم آدم میکنم. بروشو بذار سیاوش بیاد ببینم خسرو چی کارت کرده، به حسابش میرسه. همچین حرف میزنه انگار سیاوش زوروه. بذار مظفرخان بفهمه پدرش در میار. مظفرخان؟ اصلا حق طعم خسرو زدت. ما رو بگو هرس کیو داری میخوری؟ مظفرخان سیاوشن. پاشو برو در رو واکن، الان شر به پا میشه. عمو جان شما اینجا میخوام ببینم که اینجا کی رفت اومد میکنه. آدم حسابیه خلاق ملافه. سلام عرض کردم قربان، خیلی خوشبخت شدم از دیدم. شده؟ نه. چرا یه چیزی شده؟ نه من چون تا حالا همه خسرو رو نهیده بودم من نزدیک دیدمشون، یه مقدار هیجانی شدیم از ته اعماقمون با هم دیده بود سیکه من از بیخ در تعریف شاهران رو گرفتم. تو فامیل شما رسمه که این جداکارا با همه حال احوال کنن؟ بچه یه مردم ها گرفته اینمو تکا پرد کرده اون طرف؟ ببخشید شما؟ مظفر از اون موقعی که من یادم تو فامیل مظفری نداشتیم. ایشون مظفرخان هستن. خودش گفت اینجا چیکار میکنه؟ نه مظفرخان بزرگ ما هستن، عزیز ما هستن. ایشون من میرفتم منزلشون برای پزشکیشون رو ویزیت میکردم، امروز استثنان اومدن توی ویزیت ما. تو چرا داری هزیون میگی؟ سیاوش تو بگو من چی هستم.
مظفر خان از قدیم گفتن که جایی که آب هست تیمم باطله، یعنی در محضر استادی مثل شما سخن گفتن خطاست. میفرمایید استفاده میکنیم. نفهمیدم شما دوتا چرا اینجوری شدید؟ چیزی نیست، شما خودتون مطرح کنید خیلی بهتره. به هر حال شما سنی ازتون گذشته، موی سفیدتون احترامش خیلی واجبه. میترا جان دخترم تو بگو. چشم. ایشون مظفرخان هستن. اینه که خودش گفت، اون دوتا نفلن گفتن، اینجا چیکار میکنه؟ از خودشون بپرسیم. ای بابا چرا هی شما به هم پاس میدی؟ ببین خسرو خان، من مظفر هستم. مدتی قبل این بهروز پسر من آمد منزل ما که چی بهروز جان؟ خودت تعریف کن. نه خودتون که رشته کلام دستتونه. به 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 بفرمایید. بله کجا بودیم؟ بهروز اومد خونه شما. سیاوش جان آمد اونجا منزل ما و به من پیشنهاد کرد که ازدواج کنم. من؟ بله من گفتم؟ بله من که زندگی خودم رو میکردم، سرم به زندگی خودم بود. چی هی مجله و روزنامه و مقاله آورد که باید ازدواج کنی و الا ال میشی بل میشی. همین سیاوش بود. من گفتم ازدواج بکنید ولی نگفتم بیاید خواستگاری عزیز خانم. چی؟ خواستگاری عزیز خانم؟ وجود میخوام که برای خواستگاری عزیز خانم. عجب واسه هم الاتی واسه ما شکلاتی. چی؟ چه یک مرد جنگی، چه یک دشت مرد. نفس چه؟ آقا جا نکنید این کارا. مظفر خان از شما بعید. من کاری نداشتم. این آقا بلند شد یه مرتبه او کرد. ببین ادهایی منو در میاری؟ یه کف گرجی جبت بزنم نفله ای. بس دیگه با جفتتونم. خودتی که ملاحظه کردین که ببینی باز دو مرتبه قرتی بازیش گل کردی. بس ادهی منو در وردی. خجالت نمی کشی شما دوتا اینجوری به هم میپرین؟ ببین عزیز خانم من اومدم طبق رسممون عمل کنم. رسم شما چیه؟ اینه که مادرم باید با عموم ازدواج کنه. تو این 20 سال کجا بوده؟ من کوتاه نمیام. رسم داریم آقا رسم. این چه رسم مزخرفیه؟ من نمیتونم کاری بکنم. یعنی اگه من صبح عقد میکردم الان باید طلاق میدادم؟ نه واقعا بهروز تو این شرایط خودت کلاتو قاضی بکن. دوست داری مظفر خان بابات باشه یا اون عمو خسرو که بگیرت صبح تا شب زیر بار لنگ و لغت سیاه و کبودت بکنه؟ تو یه نگاه به این پیرمرد بنداز ببین چقدر قلب مهربونی داره، چقدر دل رعوفه. نه واقعا یه نگاه بنداز. بابا دارم نگاه میکنم دیگه، همچی حرف میزنه انگار من خیلی دارم با این قضیه حال میکنم. من از شما ناراحت ترم. سیاوش جانم. آقا تو چه به لطایف الهیال من راضی کردی ازدواج بکنم؟ نمیتونی یه کاری بکنی این خسرو بی خیال ازدواج بشه؟ یه کاری با این خسرو بکنم که باربندیلش جمع بکنه بره دیگه هم بر نگرده، همونجا ژاپن موندنی بشه. قربونه تو پسر برم الهی. جانم آقا مخلص. بروز تو میتونی یه کاری بکنی که این عمو خسرو بی خیال این ازدواج بشه، یه جوری که بارو بندیلشو کلن از ایران جمع کنه بره همونجا ژاپن موندگار بشه؟ آره جدی میتونی؟ یه رفیق دارم اون این کار است. کی؟ یه بیشوری به اسم سیاوش. نه به غریبه نمیخواد رو بزنی ها، ما خودمون یه کارش میکنیم. خدا رحمت کنه، از طرف من به ایشون تسلیت عرض کنید. آخه چی شد یه دفعه رحمت خدا رفتن؟ خدا بیامرزه، چون تو سن بالا ازدواج کرده بودن. نباید تو سن بالا ازدواج. میترا زنگ بزن 115. دیگه نمیخواد زنگ بزنی. شما تو بردی که مردی وگنه میکشتنه.
به گفته خبرنگار ما مرگ این پیرمرد به علت برخورد مایتابه بود که توسط همسر دومش به سر او اصابت کرده است. میترا! میترا! کم می به سر می بری تمرکز منو با هم نمیز بیادر چشم بهروز یه تحقیق از توی اینترنت پیدا کردم میگه افراد مسنی که تصمیم به ازدواج میگیرند حتما به مرگ گرفتار راست نمائن نشه هیچ سن مرگ داری بهروز خب بگو چی کار داری میکنی؟ چی؟ عکس عمو خسرو رو فرستادم ژاپن تا دو روز دیگه هم جوابش میاد. پسر واضح در توضیح بده ما هم یه چیزی بفهم. مگه عمو خسرو نگفته تو ژاپن یه عالم ملک و املاک و شرکت داره؟ چرا؟ خب اگه جوابش بیاد دروغ گفته باشه ما میتونیم ازش شکایت کنیم بندازیمش زندان. آفرین باریکلا. وقت اگه راست گفته باشه که قطعاً هم راست گفته چی؟ هیچی. هیچی؟ با فچه خوبت این بود. بازم گلی به جمال سیاوش که به خاطر ما چهار تا مشت لجت خورد. کرم آقا کاری نکردین وظیفه بوده. آقا یه فکری. من میگم با عزیز خانم صحبت بکنیم، شرط بذارن. به خسرو بگن که اگر من با تو ازدواج بکنم، ژاپن بیا نیستم. خیلی رو کردم آقا. من که خیلی خوشحال شدم شما از ژاپن اومدین، خصوصا وقتی فهمیدم طبق رسم قدیمی خانوادگی ما قراره با مادرم ازدواج کنین، خیلی بیشتر خوشحال شدم. کی پس شما بهتر؟ هم ورزشکارین، هم سالمین، هم خارج رفته این، هم زبون خارجی بلدین، هم وضع مالیتون خوبه. فقط ما یه مشکلی داریم عمو جان. چه مشکلی پسر؟ راستشو بخواین عزیز نمیتونه غربت رو تحمل کنه، یعنی یه روز منو میترا رو نبینه دق میکنه. اگه عزیز خانم یه شب منو نبینه دق میکنه، غمپات میگیره، میمیره، گناه داره. نمنش منو تنها نذار، رو من پرست. مشکل اینه؟ بله همین دیگه، مشکل دیگه ای نیست. یادم رفت بهتون بگم من قرار نیست برگردم ژاپن. داری دروغ میگی؟
تو میخوای بعد از اینکه با عزیز خانم ازدواج کردی به زور برش داری ببری ژاپن؟ من نمیذارم کسی مادر زنه با ازم بگیره. تو عددی نیشی قیافت نگه حرفونه میخوره. بهروز جان، بهروز سلام. سلام، حالت خوبه؟ اینجا چیکار میکنی؟ دلم واسه تنگ شده بود، گفتم یه سری بهت بزنم. خیلی ممنون، من همه تلاشمو کردم ولی خب نشد. هرچی قسمت باشه. راستی از اینی که جای من اومده راضی هستی؟ آره، پسر خوبیه. تو چی؟ تو کار پیدا کردی؟ من آره، توی درمونگا یه دو سه روزی مشغول به کارم. امروزم دارن میرن عقل. عقل؟ پدر جان، یه لحظه تشریف میاری. بفرمایید. منزل آقای قیطاسی همینجاست؟ بله بله. سروان احمدی هستم از پلیس آگاهی. چی شده؟ شما این فرد رو میشناسین؟ بله، این عمو خسرو منه. شما از طریق اینترنت در رابطه با این مرد اطلاع جمع کردید، درسته؟ من فقط میخواستم ببینم که عموم چقدر تو ژاپن برو بیا داره، که دیدم خب خیلی آدم پولدار و معروفیه تو ژاپن. همین فقط. بله، البته راه خلاف. خلاف؟ عموی شما که از متخلفینه. پلیس ژاپن هم دنبالشه. چند وقتی که با یه اسم جعلی فرار کرده. چه جاله؟ وقتی شما از طریق ایمیل خواستین در رابطه با ایشون تحقیق کنید، ما متوجه شدیم که اون به ایران اومده. ایشون الان کجا تشریف داره؟ جناب سروان، الان تو خونه است. ولی خیلی مواظب باشه. خیلی خونسرد. من و شما با هم میریم داخل. و شما میگی که من از دوستانتون هستم. بله؟ بله، بله. بفرمایید. بفرمایید. شاملو، شما و ایشون اینجا تشریف داشته باشی. بله بابا. قبولا تشریف داشته باش. بفرمایید استاد، بفرمایید. سلام. تو بر چی اومدی تو؟ ما داشتیم میومدیم دیگه. این یارو کیه؟ ایشون از دوستای قدیمی ما هستن، سروان احمدی. چی؟ تکون بخوری کشتمش. حواستون جمع و جور باشه. من با کسی هم چوشی ندارم. هیچ اقدامی نکنی. وضعیت تو از اینی که از خرابتر نکن. نیست بی حرکت. آخه چرا عمو خسرو داشت همه چی به خوبی و خوشی تموم میشد؟ بله، منم داشتم نفله میشدم. تو و داداشت جفتی مثل اینکه مخملاجتون عیب داره ها. بابا عمو خسرو داشت منو میکشت. آقا دور از شوخی، من و تو حتما باید یه کلاس دفاع شخصی بریم. البته تو نیومدی مهم نیست، کتک خورت ملسه، ولی من حتما باید برم. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خیلی مظفرخان چطور شدی؟ اوه برکله شما اینجا پیدا شد. عرض کنم خدمتتون که عزیز خانم کجا بودید؟ ببینید مظفرخان چه ها که نکردن. تا پلیس اومدن به خودشون بجنبن، مظفرخان بلند شد رو هوا 180 درجه، خسرو خان اندازه یه بغچه تحویل پلیسا گفت دست به هیچ نزنید. بده بده بینن عرض دامن عمل بینن بینن شرطی پیرشیر. خیلی ممنون. پیرتر از اینم مگه میشه؟ سیاوش جان، یادت بهت گفتم انشالله مشکل خونه حل میشه. بله مظفرخان، یادمه. از وقتی هم که شما فرمودید همینجور
ذهنم مشغوله، همش میگم خب من پس فردا با میترا ازدواج کردم، عروسی کردم، دستشو بگیرم کجا ببرم؟ شما هم که همیشه میفرمودید با من، ولی خب متاسفانه هیچ اقدامی هم نشد. من عزیز به این نتیجه رسیدیم که سنی ازمون گذشته، دیگه پیر شدیم. اون خونه دیگه واسه ما خیلی بزرگه. ما تصمیم گرفتیم که بریم خونه عزیز. تو میترا جونم بری خونه ما زندگی بکن. جدی میگی مظفر خان؟ آره عزیزم. بیا میترا جون دخترم. اینم کلید خونه. دست شما درد نکنه. خیلی رو کردم آقا. میگم میترا و سیاوش اون خونه واسهشون بزرگه. اونا بیان خونه ما، ما میایم خونه شما. نه بچه‌ها اونجا راحت تر. شما راست میگین. اما واسه اینکه تنها نباشن من و آبجی میریم پیششون. آبجی اون ساک منو بده بیار. خوبر جان. انشالله تو هم موقعی که همسر مورد علاقت پیدا کردی واسه تو هم یه خونه میخرم. خب بریم دیگه، بریم. ببرم. خدا رو شرط کن. ببرم. 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 بب